بفرمایید. با درود و حرمت فراوان خدمت شما عزیزان بیننده کانال نخبتان، خوشحال هستم که ما هارون مجیدی بار دیگه با پیشکش کردن یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و در این برنامه هم صحبت‌های تحلیلی داریم پیرامون یک ایستگاه مهم در تاریخ معاصر افغانستان با جناب استاد عزیز آریانپر، پژوهشگر و مترجم و همچنان رئیس پیشین مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، راجع به کودتای سال 19 که ما چند روز فاصله داشتیم با 28 اسد که از سالهای به این طرف زیر نام روز استقلال افغانستان از او یاد بود یا گرامی داشت صورت میگیره. هرچند این سالهای پسین هم راجع به خود 28 اسد اتفاقی که در روز به میان آمده پرسش های زیادی مطرح شده و مطرح بوده، پاسخهای گاه عاطفی گاه هم پاسخهای اثر ناگزیری راجع به این موضوع گفته شده و کتاب های تاریخی هم که نگاشته شده راجع به اتفاقی که در این روز به میان آمده مسائل مطرح شده و پیرامون کارنامه شاه امان الله خان هم مسائل مطرح شده و از استقلال گاه با شور و هیجان فراوان یاد شده و گاه هم با نکوهش ها و سرکوب های فراوانی از این روز یادآوری صورت گرفته. ما در این برنامه از جناب استاد صحبت های تحلیلی و برداشت تحلیلی شان را که پس از پژوهش ها و تحقیقات فراوانی که انجام دادن می داشته باشه. جناب استاد درود و حرمت بر شما، سپاسگزار از این که بر ما فرصت گذاشتین. شما از اتفاقی که در سال 1919 به میان آمده به عنوان کودتای تروریستی یاد کردین و پس از او استقلالی که مطرح میشه در تاریخ او را استقلال کذایی میگه و میگین که از روز کشته شدن امیر حبیب الله باید به عنوان سوگواری ملی یادآوری شد. میخوایم که در برنامه شما بدانیم که چرا این مسائل را مطرح کردیم و راه آورد امی حادثه چی بوده در تاریخ و بر مردم افغانستان. خدمت شما و بینندگان گرامی بسیار خوشنود و خرسند هستم که در خدمت عزیزا قرار دارم. ببینید، من یکی از خدمت شما عرض میکنم. من امشب تصمیم دارم که یک بحر در کوزه پرتم، یعنی راه آورد و دستاورد 30 سال پژوهش است. کوشش میکنم که اگر امکان داشته باشه در 30 دقیقه و اگر نشد 2-3 دقیقه خدمت دوستان در سوشت 2 کوزه میشه یا تا امکان داره 3 کوزه هم شد. خب کوشش زیاد میکنیم که بسیار فشرده صحبت کنیم. با تو خدمت شما عرض میکنم که یک تعداد زیاد سربرا و عزیزای ما حوصله زیاد ندارم. اول من کوشش میکنم که بسیار فشرده بر از نوع یک صحبت داشته باشم. بعد از او کوشش میکنیم که از عمومیات و کلیات به جزئیات بریم. یعنی ما در تحقیق هم یک روش استقرایی داریم که از جزئیات به کلیات بریم و یک روش دیگه هم است که از کلیات به جزئیات بریم. من تو خدمت شما عرض میکنم که شما تو فکر کنین که بعد از اینکه جنگ اول جهانی به پایان رسید در روسیه هم در واقع لنین به قدرت رسید و بلشویکی و یعنی شوروی تشکیل شد، روسیه شوروی. درست. خب روسیه شوروی یک دولت ایدئولوژیک بود و یک دایه داشت و دایه از انقلاب جهانی بود که به نام تز انقلاب جهانی یاد میکنم. یعنی منظور این بود که باید کشورهای امپریالیستی و سرمایه‌داری کپیتالیستی باید رژیم‌ها سرنگون شود و در همه جا پرولتاریا و طبقات کارگر و رنجبر اینا در اثر انقلابات روی کار بیاید. خب این یک تز مارکسیستی بود که مارکس پیشنهاد کرده بود و پیشبینی کرده بود که در اثر تکامل تاریخی بعد از مرحله سرمایه‌داری مرحله سوسیالیستی میاد و بعد از اون مرحله کمونیستی هم یک دورانهای تاریخ بود که اینا یاد کرده بودند. اما برخلاف پیشبینی مارکس، انقلاب در آلمان که پیشرفته ترین کشور صنعتی جهان بود و در وجه که نیروی عظیم کارگری و پرولتاریا بود و اندیشه های رادیکال به وجود نامد در یک کشور نیمه صنعتی و نیمه کشاورزی مثل روسیه اون با سرشمه این کشور هم به وجود آمد. ولی خب بعد از او لنین دید که در تئوری مارکسیزم با یک چالش جدی روبرو هستن، با یک بنبست روبرو هستن و به خاطر شکستاندن این بنبست ناگزیر بود که یک بازنگری در تئوری مارکسیزم
انجام بده. و این تز دیگه را که روی کار کرد به نام گوشتون که تلفن اومد که امیده خب مارکسیسم لینینیزم را یاد کرد. تفاوت مارکسیسم لینینیزم از مارکسیسم این بود که یا در واقع بایم بخیختر لینینیزم این بود که لینین پیشنهاد کرد که انقلاب میتونه که در یک کشور اول با وجود به در یک کشور مادر و بازی میتونه که به عنوان تکیه‌گاه جنبش های کارگری و حامی پرولتاریا در سراسر جهان تبارز کنه و از انقلاب ها چه انقلاب های کارگری باشه و چه انقلاب های برجوازی یا هر نام دیگه که شما رو نامش میمونین حمایت کنن. خب اداله در اروپا نشد. تلاش ها هم کردن که در پولند اگر بتونن که با موفقیت استفان هم هیچ نتیجه نداد. در نتیجه لینین تز انقلاب در خاور مطرح ساخت که انقلاب بتونه که در کشورهای شرقی به وجود بیاد، مثل کوریا، مثل چین، مثل هندوستان، ترکیه، ایران، افغانستان. خب در بعضی کشورها موفق شدن، مثلا در کوریا تونستن انقلاب را پرتن، در چین خود ماو ستونگ اصلا از اتباع روسیه بود، چینی بود، چینی تبار بود، ولی از چینی های روسیه، ولی این خب بالاخره در اثر بعض عملیات اطلاعاتی تونستن دور صادر کنن و در اونجا انقلاب را پرتن. ولی خب در اونجا باز یک سلسله مشکلات دیگه بود که انقلاب چون طبقه کارگر وجود نداشت، انقلاب دهقانی بود، کشاورزی بود و راهپیمایی 10000 کیلومتری ماو و بعد از او ماو هم بازنگری های کرد که را باز به نام ریویزیونیست یاد کردن و اختلافات بین شوروی و چین به وجود آمد. خب این بحث هست که ما بهش کار نداریم. مهم افغانستان هست. لینین به این باور بود که انگلیس یک قدرت بسیار بزرگ جهانی است که ما او را در اروپا شکست دادن نمیتونیم. باری امریکا بسیار دور است. تنها جایی که ما میتونیم و باید انگلیس شکست بدهیم هند است. بخاطر که هند یک تکیه‌گاه بزرگ انگلیس بود. اما از نظر نیروی انسانی خب دقیق ما گفته نمیتونم که در وقت نفوس هند چقدر بود، ولی یک چیز مسلم است که بالای 200 میلیون بود. یعنی بین 200 تا 400 میلیون دیگه تو دقیق گفته نمیتونه. خب احتمالاً 200 میلیون بوده باشه. در جنگ اول جهانی هم دیده شد که انگلیسی ها در بسیار از جبهات از سربازان و سپاهیان هندی کار میگرفت. نیروی کار بسیار ارزان در هند. گنجینه های کانی بسیار سرسار و از همه مهمتر یک بازار بسیار بزرگ برای فروش کالاهای انگلیسی. درست؟ لینین تو فکر کرد که چون در هندوستان زمینه بر انقلاب فراهم است، اگر ما بتونیم که امپریالیسم انگلیس در هند شکست بدهیم، در اون صورت انقلاب پرولتاری در سر تا سر جهان شانس پیروزی پیدا میکنه. خب راه به طرف هندوستان است افغانستان میگذاشت. بنابراین لینین اصطلاح کانال سویز انقلاب بر افغانستان به کار برد که باید از طریق افغانستان با و هند رخ نکنیم. خب لینین خب میفهمید که سال 19 در اکتبر 19 با وجود آمد و این وقت است که در افغانستان امیرای بلاخان در حقیقت بر کرسی امارت نشست. خب این خود دیدگاه روسا بود، اتر چیز میخواستن، ولی درگیر جنگ داخلی بودن در جبهات مختلف، از جمله در آسیای میانه هم وضع بسیار ناگوار بود. بنوز اوج امارات بخارا بود و بعد خانشین های دیگه بود، مشکلاتشان زیاد بود. ولی حالا ببینیم که انگلیسی ها چی میخواستن، برنامه انگلیس چی بود. انگلیسی ها در این فکر بودن که اما یک بیت معروف که ما داریم که نشاید گفت آهن جز با آهن، چون در روسیه یک رژیم ایدئولوژیک روی کار آمده و این ایدئولوژی میتونه که صادر شود، انتشار پیدا کنه، مخصوصا که یک جذبه داشت که بعض شعارهای دموکراتیک داده میشد، عدالت و برابری و دادگستری و دادگری و بسیار موضوعات شعارهای کنند که شما خودتان بفهمید. بنابراین از طرف دیگه یک واقعیت وجود داشت که شرق در مجموع یا خاورزمین وارد عصر ناسیونالیسم شده بود. بنابراین انگلیسی ها تصمیم گرفتن که در
ترکیه و عثمانی بود دیگه نوز. ایران و افغانستان رژیم های ناسیونالیستی را به وجود بیارن و یک کمربند ایدئولوژیکی در برابر رخنه ایدئولوژی مارکسیزم به طرف هندوستان و در مراحل بعدی جزیره نما عرب و همچنان رخنه روسا به طرف آبهای گرم که در ادامه بازی بزرگ بهتون آدمی را ارزیابی کنن یک صد ایدئولوژیکی به وجود دارن. خب چی کردن؟ باید دولت عثمانی سقوط داده میشد، ایوازش باید دولت میلیگرای مصطفی کمال اتاتورک دوجه میمود، درست؟ گرچه در آوردن اتاتورک شوروی ها هم دست داشتن. خود اینا لنین تا فکر میکرد که اگر ما بتوانیم که از نیروهای ترکان جوان و نیروهای ناسیونالیست ترکیه و همچنان از مصطفی کمال اتاتورک و از نظامیان ترکیه بیایم حمایت کنیم، مخصوصا که در دوره عثمانی یک نیروی با وجود آمد به نام ترکان جوان که در اونجا به نام تریمبریات یاد میشه در سیگانه که در اونجا طلعت پاشا و جمال پاشا و انور پاشا بود. خب به هر حال اینا کوشش کردن که با حمایت از مصطفی کمال اتاتورک از یک طرف و دادن بعض امتیازات از جمله قوای حرارات ارمنستان یک بخش از ارمنستان را ترکیه بخشیدن و کمک های مالی و حتی طلا فرستادن و اسلحه فرستادن و کارخانجات داری جور کردن و مثال چیزها و هدفی بود که در اون جمهوری سوسیالیستی ترکیه شوروی جور شد. ولی مصطفی کمال اتاتورک وقتی که به قدرت رسید یک چرخش 180 درجه‌ای کرد و زمینه را طور فراهم ساخت که ترکیه در آینده به ناتو بپیوندد به طرف غرب و این دلیل داشت به خاطر که یک دشمنی تاریخی بین عثمانی و روسیه بود که 14 بار اینا در درازای تاریخ جنگیده بودن و جنگ های بسیار خونینی بود که در این جنگ ها صدها هزار نفر کشته شده بود. یعنی بسیار نمیخواستن که ترکیه، به هر حال ترکیه با روسیه قابل مقایسه نیست، روسیه یک ابر قدرت است و اما وقت هم یک ابر قدرت بود، درست. از طرف دیگه در ایران اینا چی کردن که دولت قاجار که در گذشته دولت قاجار بیشتر متمایل به روسیه بود با کودتایی که در سال 1921 انجام دادن روزاخوان روی کار آوردن که یک دولت ناسیونالیستی یه طور گفته میتونیم که اینا کوشیدن که در ترکیه که در زمان عثمانی به یک نوع ایدئولوژی پان اسلامیزم روی کار بود یادش پان ترکیزم آوردن و در ایران هم پان ایرانیزم، یعنی کوشش کردن که یک صد ایدئولوژیکی در برابر روسیه بسازن، روسیه شوروی. اما در افغانستان چی کردن؟ در افغانستان برنامه ای بود که امیر حبیب‌الله خان و برادرش سردار نصرالله خان از صحنه بردارن و نادر خان همراه برادرش گروه مصاحبان روی کار برن. این برنامه انگلیس بود، ولی در این کار ساده نبود بخاطر که نادر و برادرش پایگاه مردمی بسیار بزرگ نداشتن، چون این باید در دیردون هندوستان کلان شده بودن و اما بیسشان یا پایگاهشان که بود به نام سرداران پشاوری یاد می شد نیاکانشان در داخل افغانستان طور پایگاه بسیار بزرگ نداشتن. کار ساده نبود، یعنی باید در چند مرحله این موضوع صورت می گرفت. یعنی در یک مرحله باید بزرگترین مانی خود امیر حبیب‌الله خان بود که باید ترورمه شد، چند بار اقدام کردن نشد، باز بالاخره کودتای را سازماندهی کردن که امیر حبیب‌الله خان کنار زده شد و ایواز سردار نصرالله خان به ایواز باز انگلیسی ها میفتن که باز از بین بردن نصرالله خان بر ما تو کار است بسیار مشکل نیست. اما وقتی که کودتا انجام شد در کابل محمود طرزی و امان‌الله خان دامادش کودتای دیگه کردن و قدرت در حقیقت به دست گرفتن و به خاطر از این که امان‌الله خان سلطنتش مشروعیت نداشت به لحاظ سنتی به خاطر از این که اول بعد از این که امیر عبدالرحمن خان از دنیا رفته بود حبیب‌الله خان و نصرالله خان که دو برادر بودن سر پادشاهی دعوا داشتن و سردار عبدالقدوس خان اعتماد سلطنه یا اعتماد دوله که بزرگ خاندان اعتمادی بود از تدبیر کار گرفت و برادران شان که خیلی خوب اول حبیب‌الله خان پادشاه شود اما به این شرط که بعد از حبیب‌الله خان سلطنت به نصرالله خان برسه، یعنی بچه های از فرزندانش حق ندارن ولیت شوند. بنابراین
از اصطلاح نائب السلطنه کار گرفتن. یعنی در واقع جانشین فرد دوم مملکت رسمی نصرالله خان بود و گذشته از او دو برادر بزرگ دیگه هم امان الله خان داشت که بزرگترش سردار عنایت الله خان بود و دیگه سردار عنایت الله خان بود. خب این پسر سیوم بود، یعنی ولیت به این صورت نبود، مشروعیت نداشت. خب بنابراین چون این با دولت به صورت غصبی گرفته شده بود، به خاطر مشروعیت دادن به سلطنت اعلان استقلال شد و از طرف دیگر طرزی نیک میدانست که امان الله خان کاندید انگلیس نیست و هیچ صورت سلطنت از این قبول نمی کنه، باید ما به طرف روسی شوروی تکیه کنیم. اما چون افغانستان استقلال نداشت، ایجاب میکرد که افغانستان اعلان استقلال کنه و فورا دولت روسی شوروی را به رسمیت بشناسه. و بسیار مهم است که تا وقت هیچ کس تا سال 1990 روسی شوروی را به رسمیت نشناخته بود. افغانستان نخستین کشور جهان بود که دولت روسی شوروی را به رسمیت شناخت و فورا هم روسی هم افغانستان را به رسمیت شناخت. وقتی که این کشور با هم دیگر به رسمیت شناختن، زمینه برای حمایت و پشتیبانی شوروی از دولت امان الله خان فراهم گردید. درست نفاشه؟ خب این یک فشرده داستان بود که چگونه امان الله خان به پادشاهی رسید و چرا اعلان استقلال کرد. این حال ما کوشش میکنیم که یک ذره تفصیل بده این موضوع را. این حال کسایی که توصیل ندارن میتونن که برن یک چای بخورن یا آب و ما شما را جنگ پیش میبریم تا آخری قطره خون. خب این حال یک مقدار به عقب برمیگردیم به جنگ جهانی اول. در آستانه جنگ جهانی اول دو اردوگاه با وجود آمده بود، یکی به نام متفقین یاد میشد و یکی هم به نام متحدین. در یکی از این اردوگاه ها دو کشور اصلی آلمان و ترکیه عثمانی بود و این طرف دیگر انگلیس، فرانسه، حتی امریکا هم خب به هر حال نو تازه دیگر بروز کرده بود از پشت پرده و روسیه. این کشورهایی بود که با هم می جنگیدن. البته هر کدام از اینا در دو گروه کشورهای دیگه خورد رزی دیگه هم بود که مطرح بحث ما نیست و این که عواملش هم بر ما مهم نیست. به این بحث کاملا نگم بحث جداگانه است. بسیار کوشش شد که پای ایران و افغانستان هم دیگه ائتلاف کشانده شد. یعنی آلمانی ها و عثمانی ها بسیار تلاش کردند که ایران و افغانستان را به این ائتلاف بکشانند. و از اون خاطر بود که یک آیت را اینا فرستادن که در رأس از یک کسی بود به نام نیدرمایر، از آلمان رفت و باز اینا رفتن ایران و باز افغانستان و گفتگوهای بسیار دامنه‌دار هم کردن که افغانستان را به این بکشانند، به خاطر که ارزیابی این بود که اوضاع در هندوستان بسیار پرآشوب بود. اگر افغانستان و طرفداری از آلمان و ترکیه وارد جمع میشد، اینا میتونستن بسیار زود که قبایل پشتون در هندوستان در برابر انگلیسی ها و شورش وادار بسازن. وقتی که قبایل پشتون شورش میکردن در اونجا، مسلمان های هند هم به خاطر خوب هر حال عثمانی، خلافت عثمانی بود و امر خلیفت المسلمین یک چیز واجب بوده که باید کلگی باید از روی اطاعت میکرد. درست؟ و این یک دردسر بسیار جدی برای انگلیس میتونست که خلق کنه و یعنی یک بخش بزرگ از نیروهای انگلیسی رو میتونست در جوان مصروف کنه و در مراحل بعدی اگر اینا پیروز میشدن خب طبعا باز میتونستن که از راه ایران و افغانستان به طرف هند هم مارش کنه. در این حال ببینیم که در داخل افغانستان چی گرد بود و یکی خود اوضاع جهانی تشریح شد که در اینجا یک جنگ بسیار وحشتناک بزرگ بود که به خون میلیون ها انسان انجامید. و فقط ما اینو می خوام بگم که برای بعضی دوستایی که در مسائل تاریخی علاقه دارن که جنگ چگونه پایان یافت، اون بسیار مهم است. جنگ بسیار فرسایشی شده بود، مخصوصا بین روسیه و آلمان و چون نیروهای دو طرف مساوی بود، هیچ کدام نمیتونست که برای دیگر پیروز شود. در اینجا در آلمان اتو تجویز گرفتن که اگر ما بتانیم که اپوزیسیون سیاسی روسیه را که در اروپا است اینا را بسیج بسازیم و از پشت جبهه با عنوان یک ستون پنجم بفرستیم،
که اینا یک کودتا کنن و قدرت بعد دست بگیرن و اعلان صلح کنن، متارکه کنن که جنگ خلاص شد. همین کارم کردن. مثلا لینین در سوئیس به عنوان یک مخالف دولت تزاری در اونجا از سالهای بسیار پیش اونجا زندگی میکرد. خب این داستان از او برمیگرده و سال 1905 که یک جنبش بود به نام دیکابریستا در سان پترزبورگ و برادر بزرگ لینین در این جنبش عضویت داشت که بازرو بندی کردن و کشتن و گپا و بازی خوده. لینین به نام ولادیمیر اولیانوف یاد میشد. اصلا لینین به تخلص است که بعدا انتخاب کرد که از رود لینا گرفته شدن، اما در حقیقت اولیانوف است نامش. برحال اینا را بسیج ساختن و یک بخش بزرگ از اپوزیسیون از رای فنلند با یک قطار دیپلماتیک وارد سان پترزبورگ ساختن و در اینجا وضع روسیه بنگازی خراب بود که یک دولت موقت به وجود آمده بود پیش از اینکه لینین اینوگرام رهبری یک کسی به نام کرنسکی و تزار دیگه از قدرت خلایت کرده بودن به خاطر اینکه بسیار نفر زیاد کشته شده بود، مردم دیگه بسیار به سطور رسیده بودن، قحطی و گرسنگی و روزگار بد حکم فرما بود و لینین و اینا که رفتن با یک انکارات مالی زیاد اینا تانستن که در اثر یک کودتا دولت کرنسکی را سرنگون کنن و نام زیر انقلاب اکتبر بود، در حالی که در واقع کدام انقلاب صورت نگرفته بود، فقط یک افسانه است که بعدا بافته شده بود، یک کودتا بود در حقیقت. خب به هر حال این بحث که بالاخره بلشویک‌ها در روسیه روی کار آمدند، تا زمانی که لینین روی کار نامده بود روسیه تزاری یک متحد انگلیس بود و این بسیار مهم است که چون در اروپا یک حریف بسیار نیرومند به نام آلمان داشتن، منافع انگلیس و روسیه ایجاب بکرد که با هم در سازش باشند و با اثر توافقی که بین از اینا وجود آمده بود افغانستان به عنوان یک منطقه بی‌طرف شمارده شده بود که در سیاست خارجی کنترلش به دست انگلیس‌ها باشه ولی در سیاست داخلی یعنی بی‌طرف باقی بمانه. این خود سیاست که از دوران عبدالرحمن خان تقریبا مونده بود. از این خاطر بود که در دوره امیرعبدالله خان در افغانستان یک آرامش نسبی حکم فرما بود. ولی در داخل حالا ما می‌بینیم که در داخل افغانستان چی گرد بود. در داخل افغانستان چند خاندان بودن که با هم درگیر بودن و این درگیری یک ریشه در تاریخ داشت که بعد از او که مثلا سدوزایی ها از قدرت برفتیدن امور در خب کشور به نام افغانستان وقت نبود دیگه، یعنی ملک و طوایفی بود، سه دودمان یا سه خاندان از بارکزایی ها در قدرت بودن که یک گروه از اینا کم از پسران سردار پاینده محمد خان بودن و یک گروه به نام برادران قندهاری یاد میشد که در رأس از یا سردار کهندل خان بود که اینا سردار کهندل خان و مهردل خان و پردل خان اینا بودن که باز از مهردل خان پسرش سردار غلام محمد خان طرزی بود که یک شاعر بسیار خوب بود و محمود طرزی پسر سردار غلام محمد خان طرزی بود. در دوره عبدالرحمن خان سردار غلام محمد خان تبعید کرده بودن از افغانستان، عبدالرحمن خان تبدیلش کرده بود و او رفته بود یک مدت ایران و از ایران به عثمانی و خود محمود طرزی بیشتر در ترکیه بزرگ شده بود و یک مقدار هم در چون وقت سوریه هم جز امپراتوری عثمانی بود در دمشق و استانبول و انقره و اینجا خوب استانبول هم به نام اسلامبول یاد میشد که در حقیقت در ابتدا کنستانتینیوپول بود بازی را به استانبول تبدیل کردن اسلامبول و بالاخره استانبول و بعد از استانبول به استانبول یا استانبول تبدیل کردن که روزها استانبول میگن و اینا استانبول خب هر حال که عربا او را قسطنطنیه میگفتن. در عثمانی محمود طرزی شش ماه هم شاگرد سید جمال الدین افغانی بود و سید جمال الدین افغانی کسی بود که عضو لوژ فراماسونری پاریس بود، شبکه بسیار خطرناک و مخوف و زیرزمینی سیونیستی بود که متشکل از یهودا و اینا که اینا در کشورهای مختلف جهان شبکه تنیده بودن و اقتدار زیاد جذب کرده بودن و یکی از کسایی که استاد لوژ فراماسونی چایگاه بسیار بزرگ داشت سید جمال و این طرزی شاگرد از اون بود. جناب استاد همین مورد را که میگن سید جمال الدین عضو فراماسونرا بود و با سطح لوژداری و مرحله لوژ رسیده بود،
بر چه اساس و مبنای مطرح میکنه؟ خود در این زمینه اسناد و مدارک زیاد است، کتابای بسیار زیاد هم نوشته شده. بازی اگر بسیار علاقه داشته باشیم باز یک شب دیگه یک برنامه دیگه میگیریم، یعنی برنامه کنونی گنجایش از این موضوع نداره، از بحث خارج میشیم. بله بله. تمرکز ما بیشتر سر افغانستان استقلال است. یعنی یک گروهی که بعد از اینکه امیر عبدالرحمن خان فوت میکنه و حبیب‌الله خان روی کار میشه، محمود طرزی دوباره پس به کشور برمیگرده. بله. که حبیب‌الله خان دیگه میدید که ادامه سیاست بسیار استبدادی و سرکوبگرانی پدرش دیگه امکان نداره. شرایط عوض شده، قرن 20 شروع شد بخصن و اوضاع در جهان تغییر کرده بود. محمود طرزی را با آمدنش مخالفت نکرد، محمود طرزی آمد. ولی که آمد یک سلسله افکار و اندیشه ها را از اروپا با خود آورد. یکی از اندیشه های ناسیونالیستی بود که از ترکیه با خود آورد. در ابتدا اندیشه های پان‌اسلامیستی بود که این مربوط به خلافت عثمانی بود. و باز از اندیشه های ناسیونالیستی که در رأس از ترکان جوان بود و باز از آن اتاترک و این اندیشه های بود که محمود طرزی در افغانستان را با خود آورد و بر نخستین بار مفاهیم چون ملت و استقلال را با خود آورد. پیش از محمود طرزی هیچ کسی در افغانستان نه چیزی را به نام ملت پشتاخت و نه چیزی به نام استقلال. در سراج الاخبار افغانیه برای اولین بار، بر نخستین بار محمود طرزی بود که مفهوم ملت افغانیه را به کار برد و زبان پشتو را زبان افغانی خواند. و استقلال هم در بارش بسیار مقالات شده میشه که خود دکتر سروان فرهادی یک کتاب نوشته کرده به نام مجموعه مقالات محمود طرزی در سراج الاخبار افغانیه. کتاب بسیار قطور است، نمیدونم 700-800 صفحه است. دام در کتاب خانه در موزیر خانه یک جای هست گاهگاهی میرم میبینم اگه ضرورت باشه. کتاب جالب است که مجموعه مقالات محمود طرزی اگر مطالعه شد. خب یک خاندان خود محمود طرزی بود. خاندان دیگه که بود در گذشته در پشاور به نام سرداران پشاوری یاد می شدند که در رأس از او سلطان محمد خان طلایی بود که اونجا اینمی خاندان نادر خان که به نام آل یحیی یاد می شد از امون دودمان هستم که باز یوسف خان و باز نادر خان پسرش. خب البته اینا چند برادر بودن درست و سرای کاکایشان مثلا سردار احمد شاه خان بود و خود نادر خان و شاهمون خان و هاشم خان و شاولی خان و یک برادر دیگه شان سردار عزیز خان پدر داوود خان بود که بازو بعدا سفیر بود در برلین و کشته شد. خب اینال یه خاندان نگاه میکنیم خود خاندان امیرالله خان بود که اینا از نسل امیر دوست محمد خان بودن، از سرداران کابلی. یعنی امیر دوست محمد خان نمیتون که باز میاییم باز امیر افضل خان و بالاخره عبدالرحمن خان و نمیتون حبیب‌الله خان و امان الله خان به سلسله آمده بود. یعنی میبینیم که چند خاندان شاهی که در گذشته هم با هم دشمنی داشتن و مصروف خانه جنگی بودن و به سر قدرت اینا درگیر بودن. خب اینا هم هر کدامش در گذشته وابستگی های به خارج داشتن. مثلا سرداران قندهاری بیشتر وابستگی به ایران داشتن، سرداران پشاوری بیشتر وابستگی به انگلیس داشتن و سرداران که در کابل بودن اینا گاهی به انگلیس و گاهی به ایران و حتی گاهی به روسیه. و جالب اینکه است که نخستین کسی که در تاریخ افغانستان از روسیه خواهش کرده بود که شما بین لشکرکش کنین و افغانستان نبود، به نام کابلستان همین دوست محمد خان در ابتدا به نام حاکم کابل یا امیر کابل بود. امیر هم نبود، حاکم کابل. بعد از او که اعلان جهاد داد و به خاطر بازپسگیری پشاور در حقیقت لقب امیر که اگر لقب مذهبی بود در مسجد دیدگاه کابل به از او داد، نه در باب گذاشته فقط در حاکم کابل یاد بشه. خب برای اعلان در اینجا که بود ببینین که گفتیم که محمود طرزی عضو لوژ فراماسونری پاریس درست؟ اینال در مقابل هم امیر حبیب‌الله خان عضو لوژ فراماسونری لندن بود و هم نادر خان برادرهاش. در مورد حبیب‌الله خان یک سند بسیار مشخص وجود دارد که یک کتاب است به نام تاریخ روابط سیاسی افغانستان که در دو جلد است که یک جلد زیر شادروان استاد زهما
علی محمد از اونها ترجمه کرده و کلیش اون فاضل صاحبزاده. ما هم یک دو کتاب رو ویرایش کردم و در وزارت خارجه هم ما چون شما در وقت به دسترس فان رسیده بود یعنی او را چاپ کردیم ما در دوستایی که در کابل بودن و در وقت این کتاب ها در اونجا از طرف انتشارات میوان چاپ شده بود. و اول خود ما میخواستیم که اگه انتشارات ایرانی بود بنام انتشارات پاییز در پاریس که در اونجا چاپ کنیم یا روان کردیم باز نیفهم چطور شد بشد و باز بالاخره ما خود ما یک در کابل چاپ کردیم. در اون کتاب فاضل صاحبزاده ترجمه کرده در اونجا واضح نوشته میکنه که امیر دوست چی در عجیب الله خان وقتی که به سفره که به انگلستان رفته بود ایره به شبکه فراماسونری جذب کردن منطقه در اینجا استاد فاضل صاحبزاده امی کلمه فراماسونری به نام پیکرتراشان و هیکلتراشان ترجمه کرده. یک داستان دیگه دارن که امی خود شبکه فراماسونری که هست اینا در حقیقت یک لقب بنا یا معمار داشتن که یعنی حتی یک دی میگن که حسن البنا که یکی از بنیانگذاران اخوان المسلمین است خود کلمه بنا هم یک لقب بوده که سازمان فراماسونری به او داده بوده. خب اینا سرش بس نمی کنیم که بسیار بس در کابل می گفتند که به نام فراموش خانه هم یاد میشه. نه بود فراموش خانه در تهران بود. در کابل در دوره شاه شجاع دورانی یک چیز به نام جادوگر خانه جور کرده بودن فراموش. یعنی نخستین شبکه فراماسونری در کابل به نام جادوگر خانه در دوره شاه شجاع دورانی به وجود آمده بود. یکی چی کسای عضو از اون بودن دیگه اسناد محرم آرشیف های لندن باید تحقیق شد. کار ساده نیست. اما در مورد عبی بلا خان و نادر خان برادراش و محمود طرزی یعنی اسناد مدارک اینطور مشخص هم اگر وجود نداشته باشه غیر مستقیم وجود داره. حالا شما فکر کنید وقتی که سید جمال الدین عرفانی عضو لوژ فراماسونری پاریس و استاد لوژ فراماسونری باشه و شاگرد از او امکان نداره که نباشه. او را هم جذب کرده درست. خب به هر حال اینا شما ببینید که در بین از اینا رقابت بود. بله. ببینید شخص خود امیر علی بلا خان یک آدم بسیار عیاش فوق العاده بادپیما و میگسار و زنباره و فقط تمام عمرش به 34 زن داشت. از همسرا تقریبا دیگه بیرون نمیشد. یا همسرا بود یا ایست که بسیار میله و دکچپزانی را خوش داشت و در پولی از او شکار بودنه و ماهی را بسیار خوش داشت و همیشه در وقتی که هوا مناسب بود او دیگه زیادتر در این پغمان و در این جلال‌آباد و لغمان و نمی جایه مختلف در گشت و گذار بود و بار اون سفر هند رفت و تمام امور دولت داده بود به دست برادر خود نایب السلطنه سردار نصرالله خان. و سردار نصرالله خان یک آدمی بود که دارای دیدگاه های بسیار سختگیرانه مذهبی و بسیار ارتباط نزدیک با روحانیت داشت که در افغانستان به گونه سنتی خود به شما معلوم است که در جامعه سنتی افغانستان روحانیون نقش بسیار برجسته دارند. روحانیت از رفتارها و شیوه زندگی امیر علی بلا خان بسیار سخت بیزار بود. چون میدید که پادشاه شرابخوار است، زنباره است، خلاف شریعت 34 زن گرفته که یک 4 زن شرعی و متوقی سیرتی و نمیفهم چی. خب بعضی فتوه ها را بعض ملاها جور کردن که مثلا چند منطقه نورستان یک منطقه است که در وجود کافرستان بوده و مسلمان ساختن یعنی از وجود گرفتن کنیس در واقع روا است. این که چیزهای ساخته بودن. خب به هر ترتیب هم یعنی روحانیونی که در دربار نزدیک بودن و در کابل می دیدن که امیر از موازین اسلامی و آیین اسلامی دور رفت. بنابراین او را یعنی مخالف تداوم سلطنت از بودند. خب کمایی که انگلیسی ها هم در بین روحانیت نفوذ داشتند و کوشش بکردن که به هر ترتیبی که هست زمینه را برای سرنگونی امیر بلا خان فراهم بسازند. این طرف دیگر محمود طرزی که عضو لوژ فراماسونری پاریس و همچنان هوادار عثمانی بود بخصوصا در آستانه جنگ جهانی اول طرفدار از این بود که در افغانستان اعلان جهاد شد و امرای انگلیسی ها وارد جنگ شد. این هم چون امیر عبیبالا خان ایگه تا نمیپذیرفت با عبیبالا خان دشمنی داشت.
با وجود از اینکه دو تا دختر خدا داده بر دو پسر از اینکه یک دختر خدا بر سردار عنایت الله خان و یک دختر خدا بر امان الله خان داده بود. ولی اندیشه شنوی بود که باید یکی از داماتای خدا با پادشاهی برسانه و حبیب الله خان پس کنه. درست؟ خب این طرف دیگه کسای دیگه هم بودن که دعای سلطنت داشتن. مثلا یکی از کسایی که دعای سلطنت داشت علی احمد خان بارکزایی که خورزاده مادر امان الله خان، یعنی در حقیقت بچه خالیش میشد یا بچه ماماش، دقیقا یادم نیست که مام کمی زول افتاده پیدا کرده، بله در عین حال یازنشان میشد یا بچه ماماش یا بچه خالیش، خب برترتیب هم یازنش میشد. ای هم دایه سلطنت داشت و مادر امان الله خان بسیار زیاد دوست داشت که ایره کم داماتش میشد و هم خورزادهش ایره به پادشاهی برساند. روابط مادر امان الله خان که ملکه رسمی بود یا شهبانو بود با امیر ایبولان خان به خاطر زنبارگی و اینمی حرمسرا و این موضوعات بسیار زیاد تیره شده بود و کار به جای رسید که یک بار میخواستن که امیر ایبولان خان در شور بازار اینمی امان الله خان و مادرش میخواستن ترور کنن که ایتاوتا افشا شده گیر آمده و ایبولان خان میخواست خانم خواهد طلاق بده و امان الله خان هم آب کرده بود و به هر حال در عمل یعنی دی فاکتو طلاق داده، ولی خب رسمی نساختن نگه پا به خاطر از اینکه ای با در واقع با شون سلطنت بر میخورد و یعنی از نظر اعتبار و آبرو و حیثیت دربار خوب نبود، این رسمیت پیدا نکرد، ولی در عمل این کار صورت گرفت. خب بر خب ولی مدعیان اصلی که انگلیسی ها میخواستن در روی کار برن نمی نادر خان و برادرانش بود و این هم جالب است که عبدالرحمن خان پدر نادر خان و پدر کنان و شیار هر کسایی که بود هم را در حقیقت از کشور بیرون کرده بود و اینا در بیبلادون هندوستان زندگی میکردن که انگلیسی ها یک مستمری یا یک معاش چیزی بر از نامه داد. ولی این چطور آمدن دوباره پس به کابل این هم جالب است. اینا این کار بسیار زیبایی داشتن باز وقتی که این دختر جوان شده بود عکسش برای ایبولا خان روان کردن تا یک نامه که این دختر جوان شده و ما غیر از امیر به کس دیگه ایره شایسته نمیدانیم و ایبولا خان هم چون یک آدم زنبارا و بسیار دختر جوان خوش داشت فوراً پذیرفت و این دختر به عقد خود در آورد و طبعا نادر خان و برادرهاش که خسروراش بشد آورد در دربار به نام مصاحبین حضور و تمام کرسی های بزرگ دولتی را برای اینا داد. یعنی ای خو در دربار بود ولی در پالوی از او یک عده کسای دیگه هم بودن که مخالف ایوب الله خان بودن که یکی از اون را به نام جمعیت سری دربار را میکردن که در آینده باز اون را به نام جنبش مشروطه خواهی یاد کردن مشروطیت اول. این گپ اساسی است که در اینجا دو نفر از اعضای لوژ فراماسونری لندن که دکتر عبدالغنی و برادرش نجف علی و یک برادر سیومی هم داشت که اونقدر معروف نیست و نام ما حافظه چندان قوی نیست با گذشت زمان یاد دارم برای بسیار نام هم ولی به هر حال مهم نیست. سه برادر بودن اینا استادان حبیبیه بودن. در پالوی حبیبیه وقتی که حبیب الله خان امیر بود انگلیسی ها در سال 1904 یک مکتب دیگر هم به نام رشدیه در کابل داشتن و یکی دیگر هم به نام عدادیه بود و اینجا استادان هندی تدریس میکردن و برای اولین بار زبان انگلیسی در اونجا تدریس میشد و بعد از او حبیبیه به وجود آمد. در آغاز لیسی حبیبیه یاد نمیشد، بعدا نامش لیسه ماندن چون لیسه یک نام فرانسوی سکسیس که بعدا شد به نام مکتب حبیبیه یاد میشد برای ولی نمی مکتب حبیبیه بزرگترین کانون فکری و دانشگاه وجود نداشت. درست؟ و در اینجا اینمی دکتر عبدالغنی و مولوی نجف علی برادرها اینا یک تا جوانای رادیکال ها که به نام جمعیت سری دربار در اختیار میشد اینا را جذب کرده بودن که اینا جوانان بودن که بسیار رادیکال بودن و انگلیسی ها کوشش کردن که از طریق اینمی جوان ها چند بار اقدام شد که امیر حبیب الله خان ترور کنن که در پغمان میخواستن ترور کنن نشد، باز در شور بازار میخواستن ترور کنن که البته در این باز امان الله خان و مادرش هم دست داشت و یعنی چند بار توتس خونسا شد و کسایی که میخواستن ترور کنن گیر آمدن و یارا با توپ پراندن و بندی کردن و زندانی ساختن و این موارد است که زیاد باورد بحث ما نیست و به هر حال یعنی تمام توتس های ترور که روی دست بود
خونسا شد. یک پرسشی که بعد اسم مطرح میشه ایست که چرا انگلیسی ها میخواستن امیر بروخان از بین ببرن؟ خب او هم وابسته بود. اما یه دو گرد بود. یکی که پیش از جنگ جهانی اول بسیار وعده و وعید به او زیاد دادن. یعنی هیتون گمان میره، نفس و گمان نیست که شاید براز او وعده داده باشن که ما افغانستان استقلالش برای سیبت میشناسیم، شاید وعده داده باشن که ما همی سرزمین های از دست افراد، مخصوصا پشاور اینجا که رقت یک پایتخت زمستانی سرداران حساب میشده، یک جزء از دولت از اونو اونو میخواستن پس بگیرن و پس بتیم یا به افغانستان و آبهای آزاد و بر را بتیم. یک سلسله و وعده و اینها شاید هم به مبالغ بسیار هم گفت پول وعده داده باشن، ولی خب دیگه ولی عامل هستی این بود که حبیب الله خان به دردشان دیگه نمیخورد. باید اینا در کابل یک دولت کاملا وابسته به انگلیس میداشتن که یک دولت که باید یک ایدئولوژی ناسیونالیستی را باید مطرح میساخت و با شوروی مخالف بود. یعنی اینمی کمربند که به خدمت شما عرض کردم افغانستان، ایران و ترکیه باید بسته میشد. درست؟ اصل استراتژی نمی است. دیگر هر آنچه که شما میشنوید افسانه است. جزئیات و فروات است. از جمله اول استقلال افغانستان هم در این چارچوب میاد که ایران بس میکنیم. خب اینا این گروه ها خب با هم مخالف بودن. نه؟ باید هم از نظر یک دربست آورده میشدن تا زمینه برای کودتا فراهم میشد تا امیر ایب الله خان از بین ببرن. این زمینه سازی رو انگلیسی ها کردن. ببینید اگر شما کتاب آقای فرهنگ مطالعه کرده باشین که حتما کرده این افغانستان در پنج قرن اخیر. روش من ایفام جلد دوش است کجاست است جلد سی فکر میکنم جلد دو باشه آه. صفحه شکاله یادم نیست چون چندین چاپ بوده دیگه من ایفام بودم چاپش پیش من است. در روش نشته میشه که یک زمان در ترکیه یک جاسوس انگلیسی را دستگیر کردن و او اعتراف کرد که من در ترور امیر ابوالله خان در کوتا دست داشتم. اما جزئیاتش افشا نکردن. خب این دیگه در آرشیوهای ترکیه باید پالیده شده که استنطاقه که صورت گرفته و چی گفته. اما جز به اسناد محرم است. هیچ امکان نداره که کودتا بدون هماهنگی با انگلیس و بدون نظر انگلیس صورت گرفته باشه. بخاطر اینکه انگلیس در داخل افغانستان شبکه استخباراتی بسیار پرشاخ و برقی بود. هیچ امکان نداره که 5-6 گروه با هم یک جای شون و بخواهند که پادشاه را ترور کنن، کودتا کنن و انگلیس خبر نداشت. 100% خبر داشتن. برداشت ما ایست که خود انگلیسی ها به این کار دست داشته. من یک کتاب با شما میخواییم نشان بتون یک کتاب بسیار بزرگ است که در حدود 7500 صفحه است به نام روسی شوروی در بازی بزرگ در سالهای 1919 تا 1925. من میخواییم بگم که من تقریبا در 30 سال که مطالعه کردم در حدود 50 کتاب در باره یعنی دوری ایوب بالا خان و نادر خان و امان الله خان یا مطالعه کردم که کتاب های زیاد نکتاب زیاد را من ترجمه کردم. باز میشه که من یک فهرست برای شما بسپارم او را باز میتونید که هر وقتی برنامه را امرسانی کردیم او را هم دمو پاورقیش بگنجانید که کسایی که علاقه داشته باشه برای تحقیق کتابه را فیروزوار مطالعه کنند. یعنی گزارش هایی که سازمان های استخباراتی روسیه میدادن و موجود است از اسناد نشان میده که کودتا از طرف انگلیسی ها سازماندهی شده بود. خب حالا یک سوال پیدا میشه که چگونه می توان ثابت ساخت که امان الله خان و نادر خان در کودتا دست داشتن؟ این یک سند بسیار جالب بر شما می دون. اگر شما جلد دوم کتاب غبار مطالعه کنید در روی نوشته می کنه که در آستانه نمی کشته شدن ایوب الله خان و قدرت رسیدن امان الله خان و رویدادات که آمد یک دیدار پنهانی در کاسه برج بالاحصار کابل بین نادر خان و امان الله خان صورت گرفت. هیچ کسی دیگه نبود. این دو نفر با هم ملاقات کردند و در اینجا به سلسله توافقات رسیدن، عهد و پیمان بستن و در قرار هم امضا کردن و یا موت کردن هر چی کسی گفت جزئیات شده من نیست و باید مراجعه شد. پرسش با مطرح میشه که اینا در باره چی میتونستن که دور از انظار ما برنده و یک جای دور افتاده و با هم عهد و پیمان کنند. واضح گپ است که بر سر کشتن امیر ایب الله خان و اندازی کودتا. یعنی شما ببینید این کسایی را که به خدمت شما یا نام میبرم اینا کل از اینا به دلایل مختلف در سرنگونی امیر ایب الله خان همدست بودن، همپیمان بودن.
و یک چیز دیگه هم بود که تعداد زیادی از سران لشکر و کشور هم مخالف بودند، به خاطر اینکه چون یک آدم فوق العاده زنباره بود در مجالسی که در غرب برگزار میکرد و با نوهای مختلف همسران مولین و بلندپایه دولتی رو دعوت میکرد و هر کسی هم که میخواست تصاحب میکرد و این یک نوع دشمنی شخصی و کدورت و عداوت به وجود آورده بود و ترس و لرز سراسر دستگاه دولت فرا گرفته بود. مخصوصا کسی اگر زن جوان می داشته که او همیشه در ترس و لرز بود که ما بالا امید نظرش به این زن بفته و گپ حتی گپ به جای رسید که مثلا امی سردار احمد شاه خان که اسناد گزارش های سیری نشان میده که شخصی بوده که با تفنگچه به مغز امیر شلیک کرده پسر عموی نادر خان سردار احمد شاه خان که بعدا رئیس دربار شده بود زمان زایر شاه که پسر سردار آصف خان بود خاندان آصفی از اونجا بله. یک نامزاد بسیار زیبا داشته و امیر چشم دوخته بوده سر نامزاد تزی خب طبعا این به حساب غیرت افغانی خود ناگزیر بود که وقتی که پیشنهاد شد که تو برو امیر بکش و رفت زد دید. اما این حالا یک چیز من دیگه برای شما بگویم که امی یعنی شما سخنرانی آقای محمدی رو میشنیدین درست و کتاب های دیگه رو خونده که امی خود کشتن امیر حبیب‌الله خان بدون دست داشتن نادر خان در این موضوع هیچ امکان نداشت به خاطر از اینکه 4 حلقه دفاعی بود و تقریبا 3000 یعنی 3 غند عسکر در اونجا بود که یکی خو خرگاه وسطی است و بعد از او یک گارد محافظ شخصی و بعد از او در اطراف از او یک توله محافظ و بعد از او دیگر او یک فرقه مکمل دیگه تقریبا 2 غند یا 3 غند عسکر و در رأس کل از این نادر خان و برادراش بودن هیچ کس دیگه پرنده نمیتونست در اونجا نفوذ کنه فقط یک کسی که در امی حلقه دوم در این شب در حقیقت فرمانده ما گارد بوده به نام سرهنگ یا کلونل یا کرنل علی رضا خان قزلباش که در اینجا بود و این همون نیم شب وقتی که میخواسته که پیره را تبدیل کنم متوجه میشه که یک آدم با تفنگچه که از دان تفنگچهش بود میبرامده از خیمه امیر برامده و بعد از یک شلیک تفنگچه را صدای فیره شنیده فورا میره رو دزگیر میکنه ولی نادر خان میاد با سلیورش میزنه بروش و میگه که چرا داد و فریاد میکنی که امیر از خواب بیدار میشه اما کس را که دزگیر کرده بود رها کرده بود ایلمی علی رضا خان که کوچه هم در کابل به نام کوچه علی رضا خان یاد میشه امان الله خان بعد از اینکه به پادشاهی رسید چون ای کسی بود که قاتل هم نشناخت به خاطر از اینکه علمی توتعه و علمی دسیسه افشانه شهید به قتل متهم زد و بسیار به شکل فجیع و غیر انسانی کشت که گفته میشه که و یکی از امی مشاورین ترکی که در اینجا بود به نام محمود اسلامی پاشا شمشیر به دستش میده که برو به دانش بزن و باز یا کسی دیگه رو میده که با شمشیری را از فرق تا پای دونیم کن و در او رو در حضور پدرش و اعضای خانوادهش این یک جنایت بسیار بزرگ امان الله خان در حق از یادم مرتکب شد که به هیچ صورت قابل بخشایش نیست یعنی تاریخ نمیتونه که از چشمای تاریخ این موضوعات پنهان با من. درست؟ خب کودتا سازماندهی شد درست؟ امیر حبیب‌الله خان را کشته بعد از چی رخ میده؟ در زمانی که کودتا شده بود امان الله خان در کابل در حقیقت نایب سلطنه بود یعنی وکیل مقام سلطنت بود محمود طرزی هم در کابل بود اما بقیه سران لشکر و کشور همه رفته بودن با پادشاه در شکارگاه کلگوش لغمان برای ماهیگیری فقط کسی که در اینجا حضور نداشت مستفیر ممالک حسین خان پدر استاد خیلی که به هر دلیل که بوده در جلال‌آباد بوده و گفته میشه که مصطفی ممالک خبر داشته که کدام توطیه است کدام پرزی هم نوشته میکنه روان میکنه برای امیر ولی امیر بدون از اینکه بخونه رو در جیب خود میگذاره و غافل میمونه خب به هر ترتیب امیر کشتن در فردای از او جنازه امیر میگیرن میرن به جلال آباد که در اوجا رو دفن کنن خب ولی پیش از اینکه جنازه امیر حبیب‌الله خان دفن شود باید پادشاه نو انتخاب میشه خب چون
سردار نصرالله خان طبق اونمو قرآن که مور شده بود بعد از مرگ امیر عبدالرحمن خان نایب سلطنه بود، نفر دوم بود، اونمو به پادشاهی برافراشته شد. نادر خان و برادرهاش هم به او بیعت کردن و پسران امیر عبدالرحمن خان هم مثلا سردار عنایت الله خان، عنایت الله خان سراج و همچنان عنایت الله خان و بعض کسای دیگه که در اونجا بوده اما بیعت کردن. بله. اما در اینجا خود یک کودتا صورت گرفت، یعنی مکر کودتای توریستی میگفت خود ترور شد دیگه، در حقیقت امیر ترور کردن، کمایی که چند بار بیشتر هم میخواستن این رو ترور کنن. این که چرا انگلیسی ها در این دست داشتن، در تمام ترور های انگلیسی ها دست داشتن، به خاطر اینکه از طریق نمی جمعیت سری دربار یا مشروطه خواهان اول که یاد میشدن و اینا کلشان شاگردای دکتر عبدالغنی و مولوی میرزا خلیلی بودن. تمام اعضای جنبش؟ خوب تو 100% گفته نمیتونیم. حالا مثلا شما تو فکر کنید که در حزب دموکراتیک خلق افغانستان نمیشه گفت که 200,000 نفر کل از جاسوس کجیبی بودن. بودن کسایی بودن که مثلا یک تعداد در افسران بودن که در عضویت سازمان GRU یا سازمان استخبارات نظامی روسیه در آمده بودن و یک تعداد دیگه که مثلا با کجیبی ارتباط داشتن، اینا بیشتر در مسئولیت ملی در وزارت داخله کار میکردن. اما این دلیل شده نمیتونه که مثلا تمام اعضای حزب دموکراتیک خلق عضو کاجیبی بوده باشه، امکان ندارم همچی چیزی. اون هم عین گپ بود، یعنی یک جنبش را به وجود آورده بودن، یعنی هر آن که مخالف امیر عبدالله خان بود جوانان دارای خوب ببینید در اونجا اوضاع را ببینید که در بخارا مثلا در اونجا در همسایگی ما جنبش جوانان بخارا به وجود آمده بود، در ترکیه جنبش جوانان به اصطلاح ترک به وجود آمده بود، ترکان جوان، یا مثلا در هندوستان در اونجا جنبش های بود، در ایران جنبش های به وجود آمده بود مثل جنبش مشروطیت و این موضوعات دیگر، که این بیشتر جنبش ها بعد از اونمو رویداد های دکابریست ها در 2005 در روسیه که بازی آهسته آهسته به ترکیه سرایت کرد و خب هندوستان بخی کاملا جریان دیگر بود که در اونجا مبارزات رای بخش ملی از گذشته ها در اوجه بود و باز مخصوصا که بعد از باشگونی امپراتوری عثمانی یک جنبش به نام جنبش اعاده خلافت در هندوستان بعدا به وجود آمد که اینا میخواستن که خلافت اعاده کنن و این تاثیرات زیاد بر افغانستان هم گذاشته بود، یک سلسله تحولات در شرف وقوع بود. خب به هر ترتیب یعنی کودتا صورت گرفت، امیر نصرالله خان به عنوان امیر افغانستان اعلام شد. در اینجا ما میبینیم که دو چیز میشه، یکی انگلیسی ها این رو نمیپذیرن، نصرالله خان مکتوب نوشته میکنن برای انگلیسی ها خبر میده که ما اعلان پادشاهی کردیم، برادرم کشته شده و ما اعلان پادشاهی کردیم، ولی انگلیسی ها تعلل میکنن و رسمیت نمیشناسن دیگه، ولی در عین حال راه کابل بسته میشه و امنیت راه کابل در دست نادر خان بود نظر به هدایت سردار نصرالله خان، ولی نادر خان در خفا چون با امان الله خان هم پیمان بود ظاهرا اونجا رفته بود بیعت کرده بود اما در باطن زیر نظر امان الله خان کار میکرد. راه را بستن، همی تنگی مایی پر راهی که به طرف جگدل کوینو کست به طرف جلال آباد، در کابل امان الله خان برخواست و شمشیر خود کشید و عموی خدا یعنی نصرالله خان هم متهم به قتل پدر خود کرد در حالی که خودش در این قتل دست داشت. خب سردار نصرالله خان در اونجا شجاع الدوله غوربندی را به یک نامه فرستاده بود به امان الله خان که یعنی ما اعلان پادشاهی کردیم بود شما هم دیگه باید بیاین بیعت کنید، اما در اونجا برعکس خود شجاع الدوله غوربندی هم از نزدیکان امان الله خان بود و هم با خود امیر فراشباشی بود و در واقع اختلافات با خود عبدالله خان هم داشت و با پادشاه شدن نصرالله خان هم مخالف بود و هم امان الله خان طبعا در این کار تشویق کرد، ولی برنامه قبلا سنجیده شده بود. ببینید بحث از چی قرار بود، محمود طرزی خوب میفهمید که کاندید انگلیس امان الله خان نیست، خود من نیستیم بخاطر که محمود طرزی در آستانه جنگ اول جهانی در مخالفت با انگلیس
از آلمان و عثمانی عواداری کرده بود. و در تمام مقالات سراج الاخبار اخوانی را که بفهمید موقف از زید انگلیس و طرفداری از آلمان و افسان ترکیه تا زمانی که امپراتوری عثمانی بود، عثمانی و بعد از او که اتاتورک روی کار آمد و عواداری از اتاتورک بود. درست؟ بله. خب، اینال محمود طرزی خوب هم میفهمید که امان‌الله مستحق سلطنت نیست. این کودتایی که صورت گرفت در حقیقت سلطنت غصب شد. حق دو نفر دیگه، سه نفر طلب شد. یکی حق نصرالله خان در گام نخست و بعد از او حق عنایت الله خان و آیت الله خان که دو برادر بزرگ از او بودن. امان‌الله خان به این صورت مستحق نبود. یعنی غیر مشروع بود این خود اعلان سلطنت. اینال به خاطر از اینکه مشروعیت بتن به سلطنت یک نوع پرده پوشی کنن برای دسته کودتای تروریستی. ای که امان‌الله خان پدر خود کشت، ای که امان‌الله خان بعدا عموی خود زندانی ساخت و بعدا نیره در زندان کشت، خود همه از این خود باید یک پرده پوشی میشد. ای که علیرضا خان قزلباش ناحق و ناروا بهش اتهام قتل بست و ای را هم به شکل بسیار غیر انسانی کشت، یک پرده پوشی باید میشد. و از طرف دیگر و از اصطلاح امروز یک روایت باید برش خلق میکرد. بله بله. و از طرف دیگر یک چیز عینی هم بود که طرزی چون میفهمید که انگلیسی ها از ما حمایت نمیکنن و این رو میفهمید که هیچ دولت در افغانستان بدون حمایت خارجی یک ماه هم نمیتونه سر پای باشه. اینو خب شما به چشم سر دیدیم وقتی که رژیم نجیب و حمایت شوروی معلوم شد، بعد از 3 ماه سرنگون شد. اون 3 ماه ذخایری که در کابل بود اون تمام شد. یعنی مثلا آقای غنی وقتی که حمایت پیش چشم ما، وقتی که حمایت اما چتر حمایتی امریکا که برداشته شد، بسیار به سرعت که تصور نمیشد سرنگون شد. درست؟ اونجا معنی گرد بود. طرزی میفهمید که در صورتی که انگلیس از ما حمایت نکنه، ما خود نمیتونیم که یک هفته میگه پادشاهی کنیم. تنها راهی که بود باید اعلان استقلال میشد، روابط با شوروی برقرار میشد و از روسیه شوروی حمایت سیاسی، نظامی و مالی و اقتصادی گرفته بشد. افغانستان چون استقلال نداشت نمیتونست که روابط سیاسی و اقتصادی و نظامی و دفاعی را با روسیه برپا کنند. در نتیجه باید تنها راه حل نمی بود که باید اعلان استقلال میشد. اما ببینید اینجا با دو نوع عدم مشروعیت روبرو هستیم. یکی خود پادشاهی امان‌الله خان مشروعیت نداشت، دومی که اعلان استقلال مشروعیت نداشت. به خاطر از اینکه ببینید بر هر کار مخصوصا به یک مسئله که با سرنوشت کشور پیوند میخوره در افغانستان یک مکانیزم سنتی لوی جرگه بود. امان‌الله خان این صلاحیت نداشت که این کار را بکنه. از طرف دیگه شما تو فکر کنید که امان‌الله خان در وقت جوان 27 ساله بود. همه سررشته امور در دست طرزی بود. یعنی کودتا هم طرزی برای انداخت. امان‌الله خان هم حتی گفته بشه که امان‌الله خان تقریبا در سال 1924 ببخشید در سال 19 و به پادشاهی رسید 19 احتمالاً 14 باشه دیگه. فکر میکنم که 4-5 سال پیش از اینکه یادسه رخ بده ای را با خود هم نظر ساخته بود. وقتی که دختر خود برش داد ملک سوار و سرایا را ای را در امو تیم خود کشانده بود که در مخالفت با پدرش باشه. خب به هر حال مهم نیست. اینال اعلان استقلال شد به خاطر از اینکه بتونه حمایت شوروی جذب کنه. یعنی در ببینید که در دو بعد خارجی و داخلی بازی شد. عدم مشروعیتی بود که لوی جرگه فراخوانده نشد، با مامورین کشوری و لشکری هیچ نوع مصلحت نشد چون اکثریت اعضای دولت در جلال‌آباد بودند در وقت. درست؟ یک اقدام خودسرانه بدون مشوره با مردم. بله. و از طرف دیگه شما تو فکر کنید که این به این میمانه که یک خانم حامله باشد، یک طفل 6 ماه را با عمل سزارین از بطن از او بیرون بکشند. یک تولد غیر طبیعی. به خاطر چی؟ به خاطر که شما در پیرامون افغانستان ببینین بخارا استقلال نداشت، استقلال ترکیه هم نیم بند بود، ترکیه با کاملا وابسته بود به کشورهای اروپایی، ایران هم اینطور که بعد از قرارداد 1907 بخش شمالی ایران زیر کنترل روسی تزاری بود و جنوبی زیر کنترل انگلیس. فقط این منطقه تهران یک نوار بود که
استقلال داشت. هندوستان با 200 میلیون جمعیت در بند بود، هنوز استقلال نداشت. بنابراین استقلال افغانستان تا زمانی که ایران و هند مخصوصا مستقل شد فاقد معنا بود. و از طرف دیگه اقتصاد بعض مؤلفه ها داره. استقلال خود تنها نمیشه که با علوا گفتن دهن شیرین نمیشه. استقلال باید پایگاه بزرگ اقتصادی داشته باشه. یک کشور تا زمانی که از نظر اقتصادی خودکفا نباشه، به خود بسندگی نرسیده باشه، نمیتونه استقلال سیاسی داشته باشه. دوم، باید اگر ارتش نیرومند داشته باشه که از این حمایت کنه. دارای حق حاکمیت ملی باشه که بر سر تا سر قلمرو خود حاکمیت داشته باشه. دارای یک ارادی ملی باشه و بالاخره دارای یک سیاست خارجی مستقل باشه. افغانستان کدام از این مؤلفه ها را داشت؟ هیچ کدامش نداشت. درست؟ یعنی توان دفاع از تمامیت ارضی خود همدان وقت نداشت. دولت درسته هم نداشت. همه چیز اسمی و بسیار ضعیف. سازمان استخبارات بسیار پیشرفته هم نداشت. یعنی فاقد تمام شرایط یا واجد شرایط استقلال نبود. درست؟ از طرف دیگه شما تر فکر کنین الٹرناتیو شه کمی الان استقلال نمیشد چی میشد؟ خب بعد از گذشت 28 سال وقتی که انگلیس از این رفت این مستقل شد افغانستان اوتومات میتونست به استقلال به صورت طبیعی برسه. ده ها کشور دیگه ما دیدیم که در افریقا و کشورهای عربی و آسیایی به استقلال رسیده. درست؟ یعنی این استقلال یک عمل بسیار اعلان استقلال از نظر تاریخی یک عمل کاملا نابخردانه، به سنجش و کودکانه بود. هیچ سودی هم بر کشور ندارد. ببینید؟ خب اعلان استقلال شد. این اعلان استقلال در حقیقت به معنای اعلان جنگ با انگلیس بود. استقلال افغانستان وقت عملی میشد که انگلیسی ها او را باید به رسمیت بشناختند. تا زمانی که انگلیس را به رسمیت نشناخته بود معنا نداشت. درست؟ چون پیش از او افغانستان از نظر سیاست خارجی زیره و یکی که در افغانستان اگه اصطلاح بسیار عجیب و غریب و بکار ببرم به نام استرداد استقلال. خب ما در گذشته در کجا استقلال داشتیم که را استرداد کنیم؟ نداشتیم. ما استقلال در کدام زمان داشتیم؟ از وقتی منظور است که از وقتی که افغانستان به عنوان یک کشور تشکیل شده هیچ وقت استقلال نداشته، همیشه در بند بوده. خب به هر حال اعلان جنگ با انگلیس شد. بسیار خوب، فورا اعلان سفربری شد در چهار جبهه که رسما سه جبهه بود. یک جبهه دیگه خود مردم در حقیقت در کنر و اونجا زمان خان کنری و اینا خیستان در برابر انگلیسی ها جنگ کردن و چند صد نفر تلفات هم دادن. در سه جبهه که سوقیات صورت گرفت، یکی جبهه جلال آباد بود که در واقع نموی خیبر بود، این طرف دیگر در مواز جنوبی و پکتیا بود، یکی هم قندهار. این یک پرسش با مطرح میشه که هدف از این لشکرکشی چی بود؟ هدف از اعلان جنگ با انگلیس چی بود؟ این یک پرسش که تا با امروز کسی رو پاسخ داده نمیتونه. ببینید، آیا هدف این بود که برین شما دیلی رو بگیرین؟ خب پاسخ منفیست. درست؟ آیا میخواستین برین پشاور رو ببینین؟ آیا توانا داشتین؟ انگلیس 300 هزار نفر نیروی مسلح در داخل هندوستان داشت که از جمله 30 هزار نفر از این در مرزهای افغانستان استقرار داشتن. و این یک ارتش عادی نبود. شما میفهمین که در جنگ اول جهانی بر اولین بار، بر نخستین بار از هواپیما و تانک و ماشیندار یا مسلسل کار گرفته شده بود. سلاح های نو به وجود آمده بود. ارتش افغانستان فاقد از این سلاح بود. خب کل ارتش افغانستان 12,000 نفر سپاهی بود که در پادگان کابل بود و در حدود 30,000 نفر دگام از سربازهای ایلجاری و جنگجویان قبایلی و به عنوان اعلان جواد که میشد دکنه از این مناطق شمالی و این دمیه تمام کشور یک در اون توفنگهای دامپر قدیمی و سیلاوا و قمه و کارد و بیل و هرچی که داشتن میرفتن در جبه جد. این خود کدام ارتش منظمه نبود که بتونه در برابر ارتش انگلیس مقاومت کنه. خود اینا رفتن در جبه جنگ. چی رخ داد؟ با مو تمام جنگ که بزرگترین قوی که ما داشتیم در مواز خیبر بود، یک هفته اینا نتونستن مقاومت کنن. با مجرد که جنگ شروع شد تیارای انگلیسی آمدن چند تا بمب که انداختن. سالم محمد خان که وزیر دفاع بود و هم زخمی شد و معاون از اون که
نه چیز بودی تو نامش یادم رفت. خب برای اینا شکست بودن، اینا شکست بودن و قنده ها را می نمیتون، اصلا جنگ صورت نگرفت. انگلیسی ها داره تلفات داده باشند. خب در پکتیا، در موازه پکتیا که بود که در اونجا اساکر قبایلی بودن، خانون یک به سرادات یک تکوتک شد و به اثر یک حادثه که یا ای فای امکان داره که در اثر یک تصادف ممکن است که انبار مهمات یا بارود اونجا انفجار کرده باشه، یا ایست که شاید تصادفی کدام مرمی تو پس طرف افغانستان بود خورده باشه. یک منطقی است به نام تل. اینه میره من هر چی کدام در نقشه پیدا کرده نتانستان، هر کسی که میره در نقشه های جغرافیای سیاسی پیدا کنه ما اگر نقشه بسیار بزرگ مقیاس باشه که در دسترس ما اومد من گفتن نمیکنم، یعنی یک منطقه دورافتاده کوهستانی که اصلا در نقشه نیست هیچ. اگر آدم بگه در مقیاس پنشیر مثلا یک جای رقم یک منطقه بسیار دورافتاده باشه که درش شتل وار یک جای نمیتونه یک چیز رو شما تصور کنید. خب گیرم که نمی تهانه یا سنگره که در این منطقه بود که انفجار رخ داد و سپاهیان انگلیسی که تعدادشون معلوم نیست که چقدر بود از برآمدن و گیرم که می تهانه رو ما رفته گرفته باشیم، یعنی چی؟ کجا را پتا کردیم؟ کدام دستاور نبود؟ خب در اثر جنگ تلفات بسیار زیاد داده شد. تنها در نی جنرال آباد گفته میشه که در مواز خیبر بیش از 400 نفر کشته شدند، یکی چقدر چند صد نفر دیگه در جنگ قندهار کشته شد. اونجا هم لوینا خوشدل خان که در حقیقت مامای امان الله خان بود در اونجا رفت و نگذاشت که علی انگلیسی ها جنگ شد. بر دلیل که بود یعنی در هیچ جبهه ما هیچ نمی دستاور نداشتیم و ایران ما آوازه ساختن بعدن که گویا خود نادر خان به دست خود توپ فایر کرده، یک توپ جرمنی داره و توپ جرمنی ایتانه تلا در واقع منفجر ساخته. در حالی که اگر شما مطالعه کنید در اونجا یکی از امی حضرت های مجاهدی که حالا نایفان که شیخ المشایخ بود یا نور المشایخ هر کسی که بود حالا دقیق نامش یاد نیست رو باید اسناد ببینه، نادر خان میخواست جبه فرار کنه، یه از اسبش گرفت که سردار صاحب کجا تشریف میبرن، یه اعلان جهاد شده، مردم خون دادن، جنگ جریان داره و شما میخواین که بگروزین. خب انگلیسی ها بعد از اینکه یک چند روز جنگ دوام کرد آمدن یک چند بند نمی نزدی که میدان هوایی کابل انداختن به این منطقه خوجا رواش و برای امان الله خان پیام دادن که اگر متارکه نکنی بعدا ما با هواپیماهای خود میاییم و ارگ بمبار میکنیم. و ما از اینکه امان الله خان این پیام رسید فورا اعلان متارکه کرد، یک چند دانه گوسپند پرواری را همراه یک از اعضای قبایل و اینا با بیرقهای سفید روان کردن، اعلان متارکه شد. حالا یک پرسش مطرح میشه که چرا شما صد ما نفر یا شاید هزاران نفر جوانان مردم را کشتن دادیم، هدف از این جنگ چی بود؟ هیچ بانو ندارم. بعد از او در اینجا وقتی که امان الله خان و طرزی قدرت در کابل به دست گرفتن چند کار کردن. اول خو اینا طبق نمو عهد و پیمانی که با نادر خان داشتن، نادر خان و برادراش دوباره پس آوردن و دولت شامل ساختن. یکی از اهدافی بود که دوباره با انگلیسی ها داخل مراوده شدن، یعنی نمیخواستن که کاملا وابسته به شوروی باشن، میخواستن که انگلیس هم استقلال و رسمیت بشناسه و در حقیقت حاکمیت و رسمیت بشناسه. مذاکرات صورت گرفت که یکی از او نمو بحث بگیری شد که مایلی 1919 امضا شد به نام مایلی راول پیندی و بعد از او در 1921 مایلی دیگه در کابل به امضا رسید. در اثر این مایده یک معامله صورت گرفت، خاک در برابر تخت و تاج و استقلال، یعنی افغانستان باید این خط دیورند به عنوان مرز رسمی بین المللی به رسمیت بشناخت. از تمام سرزمین هایی که اون طرف دیورند بود به شمول همین کشمیر و اتک و پشاور و هر آنچه که بود باید بگذرن و انگلیسی ها باید سلطنت امان الله خان را به رسمیت بشناسن و استقلال را به رسمیت بشناسن. همین کار شد. این طرف دیگر چی شد؟ وقتی که در افغانستان یک اوضاع با وجود آمد روسا از استفاده کردن آمدن دولت بخارا را سرنگون کردن. یک ماه کامل در اونجا
جنگ بود، گلوله باران بود، بخارا ویران شد، سمرقند ویران شد، بناهای تاریخی، کتابخانه ها، موزیم ها، مساجد همه ویران شد، هزارها نفر کشته شد. ولی امان الله خان به خاطر حفظ سلطنت خود حمایت نکرد از او جنبش، برعکس مردم افغانستان اکتداد رفتن اونجا برای جنگ. گفته میشه که از جمله مولوی عبدالحی کسی بوده از پنشیر رفته بوده و حتی همی خود بلای کلکونی رو میگن که رفته بوده در اونجا بر جنگ. خب من نمی خونده که این وقت داره ندارد. اینا خود جوش رفته بودن. بله؟ اینا خود جوش رفته بودن. طبعا خود جوش رفته بودن. خب یک دلیل دارم ببین. در گذشته که بود روحانی در افغانستان بیشتر در مدرسه ها. مدرسه های سمرقند و بخارا برای تحصیلات دینی می رفتن. و یک حسنه که داشتی بود که در اونجا دبستان های تصوفی بود. یعنی اسلام جنگجو و اسلام جهادی نبود. برعکس بعدا وقتی که مدرسه دیوبند و بعض مدارس پاکستان و هندوستان پاکستان وقت نبود دیگر. کسانی که باز رفتن اونجا برای در این مدارس در اونجا بود که با افکار بسیار مسموم شده آمدن به داخل افغانستان و افغانستان رو به طرف یک فاجعه بزرگ بردن. یعنی روحانیت در گذشته بسیار سلامیز بود. بله؟ و میخاطر هرچه داملا داریم و حتما یک آدم سلطلب و سلجو و شاعر و مداراگر است. بله خوبی یعنی خود نمی دبستانهای تصوفی یعنی خود تصوف بیشتر یک اندیشه سلحامیز داره. هیچ وقت تو یک اندیشه جنگجویی و ستیزجویی نداره. خب به هر حال یعنی چون با توجه به اینکه بعضی از روحانیونی که در شمال بودن فارغ مدرسه های سمرقند و بخارا بودن خب بالاخره امیر بخارا هم به عنوان یک خلیفه مسلمین اینا مشتاختن از اخر و امر از اول اطاعت میکردن به این خاطر مردم رفته بودن. خب به هر حال یعنی بس سرزی شد که دو نوع معامله صورت گرفت. یعنی عدم حمایت از دولت بخارا و تسلیم دادن بخارا برای شوروی ها درست؟ در اعضای به رسمیت شناخته شدن، در اعضای حمایت مالی و در اعضای حمایت اقتصادی و مسائل دیگر. و این طرف هم در دو طرف در اعضای بخشیدن خاک ها سلطنت شخصی خود حفظ کردن. بسیار. خب، حالا مثلا شما ببینید که اعلان شد که امان الله خان بانی استقلال افغانستان. در حال که اندیشه استقلال محمود طرزی بود، درست بود که در گذشته هم یک اندیشه های بود که افغانستان از انگلیس ها مستقل شد، اما او به شکل مفهوم خاص کلمه استقلال نبود. به این مخصوصانه طور بود که وقتی که خلافت عثمانی سقوط کرد و مصطفی کمال اتاتورک در ترکیه آمد، یک جنبش به نام جنبش اعاده خلافت در انگلستان به وجود آمد. خب خلافت اسلامی از بین رفته، خب روحانیون گفتن که دوباره باید جنبش به وجود ده و ما بتانیم که دوباره پس خلافت اسلامی را اعاده کنیم. چون در این ممکن نبود، اینا کوشش کردن که امیر رسالت به دوش امان الله خان بگذارن، که امان الله خان به عنوان خلیفت المسلمین بگمارن. و چون افغانستان یگانه کشور مستقل در جهان اسلام چی که در کل جهان سیوم بود، ولی نامنهاد یعنی استقلال حقیقی نداشت، همش گفتن که فاقد مؤلفه های یعنی موجود شرایط استقلال ما نبودیم. اسمان ببینین یک چیزی که بسیار کسان هم میفهمم، چون در وزارت خارجه کار کردیم میفهمم، کسایی که دیپلمات هست میفهمم که بین سیاست خارجی و روابط خارجی یک شیار بسیار بزرگ است، یک تفاوت بسیار عمیق وجود دارد. حالا مثلا طالبا روابط خارجی دارن، همیلا در تهران هم دیپلمات هایشان هست، در مسکو هم هست، نمیفهمم در کجا و در کجا هست، در چین و بعض جای ها آیتاشون هم هر جای میرن و میرن، اما سیاست خارجی ندارن به خاطر که کاملا وابسته با پاکستان هستن. افغانستان در اشغال پاکستان است، فاقد سیاست خارجی هستن. در او وقت هم افغانستان تو یک کدام سیاست خارجی مستقل نداشت. تنها کاری که میتونستن بکنن که بین مثلا روسیه تزاری، روسیه شوروی و انگلیس یک توازن نسبی ره به خاطر حفظ خود حفظ کنن، که امور هم بالاخره نتانستن که درست توازن کنن. خب به هر حال امان الله خان بانی استقلال اعلان کردن، بسیار خوب. یک مینار هم در کابل ساختن به نام مینار استقلال که نوشته کرده بودن که بانی استقلال اعلیحضرت امان الله خان غازی. هم مالا نیست که در کدام غزوه شرکت کرده بود، در هیچ جنگ هم شرکت نکرده بود. من چه مزوی چی غازی بگفتن، هیچ بالا نیست.
یعنی یک کشور به سر و به پای دارن که هیچ معیار نیست. غازی یک مفهوم اسلامی است، بر کسی اطلاق میشه که در برابر کفار در یک غزوه یا یک جنگ در یک جبهه بره. یک شاهزاده که از ارگ پای خود بیرون نمانده او را غازی میگن. هیچ معنی نمیکنه که برای کدام معیار گفته شده. خب هر حال اونجا نوشته کردن که حق کردن که اعلیحضرت امام شاه غازی عیسی قبول. وقتی که نادرخان روی کار آورد اینا میره پاک کردن، ایوش نوشته کردن اعلیحضرت نادرخان ناجی افغانستان. بسیار خوب. در مراحل بعدی دیگه حالا ما دقیق یادم نیست که زمان داوود خان بود یا زمان حزب دموکراتیک خلق ایران دوباره پس تراشیدن و نوشته کردن امام الله خان. هر روز شما ببینید که اونجا نام پاک میشد و یک چیز عجیب و غریب که هیچ بالا نشد. در حالی که نادرخان هیچ نقش در استقلال نداشت. کدام نقش؟ چی را فتح کرد؟ ما یک نمیفهمم، یعنی اعلان جنگ و بعد از عقب نشینی و متارکه صد ما نفر جوانای مردم را کشتن دادن. دستاورد از چی بود؟ یک معلوم نشد. خب هر حال حتی اما روزش هم مثلا نامشخص بوده که در 20 سال بسیار بحث شده محمد قربان شکردن بسایل آقای لحظات گفتن، کسای دیگه هم گفتن آقای محمد فونکی و کیف بسیار کسار دیگه. اگر ما دوباره کلش تکرار کنیم چیز موضوعی که مردم میفهمن مثلا ما کوشش میکنیم موضوعات را که یک مقدار مخصوصا در بود سیاست خارجی بسیار بر شخص خود من اهمیت داره. بله و این دلیلش است که ما چون یک نوع علاقه بخواد داشتم بر امی دوره امان الله خان مسائل استقلال، چون پدر بزرگ ما شادروان مرزا شیرامت خان شاهنشاهی در زمان امان الله خان این سرکاتب ضبط احوالات بود، یعنی در واقع رئیس امنیت افغانستان بود پدر بزرگ ما. و این اطلاع بود که به این تفصیل که در زمان که مصطفی الممالک حسین خان پدر استاد خلیلی که وزیر در حقیقت مصطفی افغانستان بود، وزیر مالیه بود دیگه، حقیقت پدر کلان آمد اونجا مامور بود، چون یک محاسب بسیار خوب بود و هم مرزای بسیار خوب بود و هم بسیار انبازی و دوست نزدیک استاد خلیلی بود که شاعر هم بود، یک دیوان هم داشت. متاسفانه دیگه فرصت چاپیاش از دست رفت و ما نتونستیم. و این یک گو صندوق بسیار بزرگ داشت که به او اسناد و مدارک محرمانه حفظ میشد، که دیدارش ما خوانده بودم در کودکی. البته او اینطور بود که در وقتی که امان الله خان روی کار میشه و مصطفی الممالک